الو الو، بله بفرمایید خانم. آها من سرخم. دوزا هولاکوی من رجبه زندگی خودم، من در حدود 4 سال و نیمه که من ازدواج کردم و شوهرم هم ایرونی هن و این چیزا اینا، در حدود 3 سال پیش ایشون پدر مادرشون خونه که ما زندگی میکنیم حالا نصفش ما رو ایناست، من نمیدونم، نمیخوام اصلا اینفورمیشن خیلی بدم اینا، اینا ایشون اومدن اینجا، من تا حالا نایده بودم، ما قبل از اینکه ما با اینا ملاقات کنیم و اینا با پدرمان ایشون، من با شوهرم ازدواج کردم اینا. خیلی اختلاف های بسیار بسیار زیاد دیگه، هرچی فوشه نمیدونم که در دنیا که هیچ کس سالو به من همچین حرفایی رو نزده بود، این مادر ایشون به من میگفت. بسیار خانم باسی هم، خیلی خیلی آدم استرانگیه، اصلا تمام خانواده از ایشون میترسن. I have no idea چه دلیلی داره، من نمیدونم و این چیزا و اینا، ولی واقعا همه از ایشون میترسن و این چیزا، و ایشون هرچی شما در زندگی، یعنی من اینقدر، من الان از واسه روحی اینقدر من دیپرس و انزایتی پرابلم دارم که خونه دیگه نمیتونم بیرون برم. من کار بسیار خوبی داشتم، کار میکردم، حتی الان دیگه رانندگی دیگه من نمیتونم بکنم، وقتی رانندگی میکنم تمام بدنم میلرزه. شما چند سالتونه؟ من الان 40 سالم. و همسرتون چند سالشونه؟ 43. اون وقت شما قبلا ازدواج کردی؟ نخه. فرزندی هم بنابراین نداری؟ نخه. ایشون چی؟ نخه. ایشون هم نخه. یا هر دوتا ازدواج اولتونه؟ بله. اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ ایشون یه برادر بزرگ داره فقط. بله. اون وقت این خانم که 3 سال قبل که اومدن اینجا با شما زندگی میکنن؟ اومدن 10 ماه اینجا بودن، رفتن دوباره. نه 10 ماه با شما زندگی میکردن. بله بله. خب بعد 10 ماه اینجا بودن که هیچی، پدر هرچی چه میدونم، من نمیتونم حرفشو بزنم، وقت ناراحت میشم اصابم خورد میشه اینا، پدر ما رو در بردن بیرون، رفتن 6 ماه دوباره برگشتن، الان 2 هفته تازه رفتن دوباره ایران، یعنی 14 ماه اینجا بودن. شما نمیدونید این ایشون چی هست، یعنی اگه من بهتون هرچی نه حالا هرچی هستن وقتی که به همسرتون میگید، همسرتون چی میگه؟ هیچی، میگه که مثلا اگنور کن، یه مقداری میره باشون حرف میزنه، مثلا اونا یه خورده ساکت میشن دوباره شروع میکنه، یعنی اصلا شیز نه هفی، اصلا توتالی من اصلا خودم 25 ساله توی مملکت زندگی میکنم، اصلا من اطلاع همچین چیزی تو عمرم نمیدونم، من نمیدونم بعد چی بگم اینه، تالا تا همچی چیزی با تو هم نهیدم. شما الان نمی کنم قرص میخورم، قرص اعصاب برام، هم انزایتی میخورم، هر دو اینا رو، یعنی من اصلا حالت جنون پیدا کردم دیگه، هیچی من کانفیدنسی از خودم ندارم، نمیدونم بعد چی کار بکنم. اون پسر دیگر و برادر همسرتون کجا هستن؟ نیویورک. اون وقت پلونا میرن همین اندازه بمونن؟ نه اصلا. چرا نه؟ آخه شما گفتید که همه که ازشون میچره، اون پسر حساب نمیبره پس؟ برای اینکه اونم، البته اونم حساب میبره شدید، اونم خیلی میترسه، اگه نه اصلا تمام خانوم باس تمام خانواده هن، همه از این ایشون، مثل شوهرشون که پدر شوهرم اصلا شما اینقدرشون میترسن که حد رزم نداره. از من چیزی تا تو عمرم ندیدم. حالا من اینو تا باره این چه عمرم شنیدم که شما ندیدید. خب ندیدید، اونش مهم نیست. ایشون ممکنه من بگید که یه کاری که میشه توصیفش کرد تو رادیو و اینقدر بده که شما رو اینقدر اذیت میکنه میکنن، مثلا چه هست؟ مثلا این که پشت سر من اینقدر حرفای بد میزنن، مثلا این که اینقدر به من مطلقو به خود من میگن. و شما کمچی چیزی رو هرگز تو عمر همه دارن میبینن یه صبح تو غروب، آخه پشت سر آدم حرف زدن که عادیه، مردم حرف میزنن. یه زنی یه مردی ممکنه شما رو دوست نداشته باشه، هر کی از خواهر همسرتونه، برادر پدرش مادرش، شما چرا اینقدر حساسی؟ پشت سر کرده که اصلا شوهر من، نه که من دوست نداره، دوست داره اینا، پارسال که اومد اینجا رفته به تمام خانواده گفته که این اگه پسرش، یعنی هم شوهر من، منو اینقدر دوست داشت، من با در آوردنگی مینداختم از خونه بیرون. خب معلومه آدما که هم دیگه خوششون نمیاد همینه. شما تو خانه یعنی میخوام آخه من ببینید، اینکه شما برسید به مرحله قرص خوردن با این حرفا چی؟ شما یک کسی که نسبتی داره با همسرتون شما رو دوست نداره، خب نداره که نداره، بعدم بره بگه که بنده مینداختم، ولی که شما میتونید اگر بخواید بندازید ایشونو بیرون، قانونا که اینو میدونید تمومم شده. خب پس شما میگید، پس اصلا آخه این حرف چرا شما باید اذیت کنه؟ بله یک کسی که اینقدر حرفی ساده و ببخشید
ناپخته میزنه، من لغت دیگه نمیخوام بگم، چه اهمیت داره؟ خب بزنه تو خیابونم، شما ممکن رد بشید کسی بهتون فحش بده. شما خیلی، ولی ایشون با من اینجوری زندگی میکنه، من خیلی از قدرتم پایین میاد. نه قدرت من نمیدونم مسئله قدرت چیه، ولی شما میتونید با همسرتون صحبت کنید که مادر رو یه جای دیگه قرار بده. نمیرن. نه ایشون نمیرن که نیست، با همسر نمیرن. آخه نمیرن، من که این خونه به اسم اینا هم هست، اینجا قلدری میکنه که میگه من این خونه منه، هر وقت میادم این حرف رو میزنه، اینجا خونه منه. یعنی هیچ کس نمیتونه اینجا چی بگه با این چیزا، یعنی وقتی در همچین حرف رو میزنه من چی میتونم به این نه ببینید سرکار خانم، من البته از نظر حقوقی ماجرا نمیدونم که چه خبر هست، ولی روزی که کسی توی خونه‌ای به زنی که توی خونه‌ای خونش هست برمیگرده میگه اینجا خونه منه، شما باید با همسرتون مسئلتون رو حل کنید که این نوع رابطه درستی نیست. و چطور شما باید ایشون رو ایگنور کنید، همسرتون مادر رو ایگنور کنه چه میشه؟ یعنی نمیشه دیگه. خب شما نه ببینید، شما خیلی قلدره. نه ببینید سرکار خانم، من شما به این میخواد بگید اونجا اونا قلدره، هیچ کس قلدر نیست مگر اینکه آدمای دیگه ضعیف باشن. همسر شما ضعیفه و شما ضعیفید و بعدم شما نه تنها ضعیفید، شما بیمار میشید، ایشون البته از نظر شما که باور ندارم سالم و به قول معروف سر و گنده دارن میچرخن. اگزکتلی. اصلا پرابلم هست. من خوب شدم، ایشون اینقدر استرانگه که حد دوستام نداره. من اصلا قبول ندارم سرکار خانم، من اصلا یه همچین چیزی به اسم انسان استرانگ هنوز ندیدم. من فقط انسانهای ضعیفی که به یه دادم فرصت قوی بودن رو میدن میشناسم. آدم استرانگ یعنی چی؟ آدم ها هر کدومشون یه گوله بهشون بزنید مردن، هر کدومشون با اره نصفشون کنید کارشون تمومه، هر کدومشون چشمشون رو در بیارید کورن. من نمیدونم آخه اینقدر به انسان قدرت ندید، این همون گرفتاریست که تو سطح اجتماعی و سیاسی هم داریم که فکر میکنیم یه کسی خبریست. انسانه مثل من و شما، همون آدم باید شب بخواب، همون آدم اگر یه ذره 5 دقیقه نفس اکسیژن بهش ندید مرده. ما برای این چرا اینقدر ایشون رو اینقدر بزرگ میکنید و یه جوری که همه جا میزنند و میفهمن؟ شما روزی که بهشون این قدرت دارید ایشون از اون قدرت استفاده میکنه. روزی که ایشون هر بخش به من میگه من هیچ نمیگم، دست پرابلم من. پس بنابراین راجب قدرت ایشون صحبت نکنید، راجب ضعف خودتون حرف بزنید. به چون اصلا شما حرف میزنید؟ نمیگم. چرا؟ نمیدونم، میترسم. یعنی نه که میترسم، من که از واسه که شوهرم هیچ بهشون نمیگه و اینا، همش میگن خب ریسپکته. اصلا کسی که به حریم و حقوق انسان تجاوز میکنه جایی برای ریسپکت و احترام نداره. یعنی اصلا به نظر من شما احتیاج به کمک داره، شما و همسرتون. حالا که ایشون رفتن شما دو نفر برید پروی کسی که اگر خودم دارم میرم، یعنی خودم یعنی نرم که اصلا نمیتونم برکت کنم، یعنی نفس معمولی من دیگه نمیتونم. ببینه سرکار خانم، من باز یه دفعه دیگه نمیگم، این که کسی برگرده بگه چون کفش من تنگه من دارم خفه میشم و میمیرم و من قبول ندارم. اینکه ایشون آدم پرقدرتی است و پشت سر شما حرف میزنه و متلک میگه، هیچ وقت شما اگر بدونید چیکار بکنید مسئله پیدا نمیکنید، مشکل شمایید، مشکلتون حل کنید. شما همسرتون کمک میخواید که اگر دفعه دیگه ایشون اومدن بیام چی وضعی نیفتید. اگه پرسش مشخصی دارید از من بفرمایید. نه دیگه همین، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم تماما.